خروج افراد گیرمانده در شهر حلب قرار بود اوایل صبح امروز آغاز شود، اما شلیک های مجدد راکت این روند را توقف داد و بس هایی که در نقاط مشخص در منطقه تحت کنترل شورشیان انتظار تخلیه افراد ملکی را میکشیدند دوباره به مراکز خود برگشتند. فعالان و مخالفان حکومت بشارالاسد در حلب ادعا دارند که نیروهای طرفدار حکومت صبح امروز مناطق تحت ادارهشان را با ده‌ها راکت هدف قرار دادند. اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که در نتیجه شلیک مخالفان بر یکی از ساحات تازه تصرف شده توسط اردوی آن کشور 6 نفر کشته شده است. موافقتنامه یک آتش‌بس مبنی بر خروج افراد ملکی از شرق حلب روز گذشته به میانجیگری انقره و مسکو میان حکومت دمشق و مخالفان آن به امضا رسید. واشنگتن مسکو و متحدین آن را عامل نارامی ها در سوریه می داند. سامنتا پاور نماینده ایالات متحده در ملل متحد روز گذشته در یک نشست اضطراری شورای امنیت روسیه، سوریه و ایران را متهم به انجام اعمال بی‌شرمانه نمود و بیان داشت که افراد ملکی را در دام قرار داده اند. به رژیم اسد، روسیه و ایران، نیروهای شما و نیابتیانتان این جرایم را مرتکب می شوند. بمهای بیرلی و حمله توپخانه‌ای و هوایی شما و ملیشه ها در حلب اجازه داده است تا ده ها هزار فرد ملکی را در دام اندازند. اما روسیه این ادعای غرب را رد و آن را پروپاگند خوانده است. در این حال، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مذاکرات صلح سوریه را با ایالات متحده بیهوده خوانده و از آن دست کشیده است. آقای لاوروف ادعا کرده است که هر باری که موافقه صورت می‌گیرد، ایالات متحده از موارد توافق شده عقب نشینی می‌کند. ما به تماس خود با آمریکایان ادامه دادیم، اما هر باری که به نوعی به توافق می‌رسیم، آمریکایان از موارد توافق شده عقب نشینی می‌کنند. توقع می رود که تصرف کلی شرق حلب توسط نیروهای حکومتی سوریه و طرفداران آن جنگ 4 ساله در سوریه را به پایان برساند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.